مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سومین سالگرد زندانی شدن نیلوفر بیانی از کارکنان پیشین این برنامه و دیگر فعالان محیط زیست زندانی در ایران با انتشار پیامی در توییتر خواستار آزادی فوری آنها شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپوئل عباسی. اینگر اندرسون معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی برنامه محیط زیست آن سازمان با انتشار متنی در توییتر نوشت 14 ژانویه سومین سال زندانی شدن نیلوفر بیانی همکار سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل و فعال محیط زیست زندانی در ایران است. خانم اندرسون در این توییت نوشته که کماکان خواستار آزادی و بازگشت ایمن فعالین محیط زیست زندانی نزد خانواده هایشان است. نیلوفر بیانی بهمن ماه 98 با انتشار نامه ای از زندان خطاب به علی خامنه ای از شدیدترین شکنجه های روحی روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در بازجویی ها و زندان خبر داد. هفته گذشته نیز مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مراد تاهباز دیگر فعال محیط زیست در ایران در حساب توییترش نوشت که تاهباز یکی دیگر از قربانیان کارزار بازداشت نادرست رژیم جمهوری اسلامی است. اواخر بهمن ماه سال 98 بود که صدای آمریکا در گزارش اعلام کرد این فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و مجموعاً به 58 سال زندان محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و وزارت خارجه آمریکا بارها روند دادرسی احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در ایران را ناعادلانه توصیف و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. شپوئل عباسی، صدای آمریکا.